دستور اسپشیال سلز. اسپشیال سلز یعنی همون سلول های مخصوص، یه سری سلول هایی که یه ویژگی خاص و مشترک دارن، مثلا توشون فرمول نویسی انجام شده، مثلا فونتشون یه رنگ خاصیه، مثلا پس زمینه سلولمون یه رنگ به خصوصیه. این سلول ها رو ما میتونیم جدا کنیم و روی اونا بیایم یه عملیاتی انجام بدیم. مثلا من یه شرطی گذاشتم، گفتم که سلول هایی که گفتم سلول هایی که مقدارشون بزرگتر از 100 رو بیا قرمز رنگ کن پس زمینشون رو. حالا میخوام بیام با استفاده از این اسپشیال سلز اونا رو انتخابشون کنم، روشون یه عملیاتی انجام بدم یا هر کار دیگه این شکلی. برای انجام هر کدوم از این کارها و استفاده از این دستور به سرورگ دیولوپر میرم و در گروه کد وارد محیط ویژوال بیسیک میشم. در اینجا برای شروع ماکرو نویسی مثل همیشه دستور ساب، اسمش هم میذارم اسپشیال، دو تا ال میذارم که اکسل ازم ایراد نگیره. خب اینجا شروع میکنم به نوشتن. برای استفاده از این دستور اول از همه میام مینویسم active cells dot special cells. خب من یه دونه پرانتز باز میکنم اینجا، میتونم انتخاب کنم اون خاص بودن سلول من چی هستش، اون ویژگی خاصی که اون سلول رو از بقیه سلول ها باید متمایز کنه چیه. اینجا میام مشخص میکنم، مثلا میگه که اونایی که خالی هستن، سلول هایی که کاندیشنال فورمتینگ توشون استفاده شده باشه، سلول هایی که توشون فرمول باشه، سلول هایی که کامنت داشته باشن. من میام سلول هایی که حاوی فرمول باشن رو انتخاب میکنم، پرانتز رو میبندم دات. خب بهش میگم که بیا پس زمینه این سلول ها رو رنگش رو برابر با وی بی رد قرار بده. خب اینجا حالا من وارد محیط صفحه گسترده میشم و میام شروع میکنم به نوشتن چند تا فرمول. میام اینجا مینویسم مساوی با سامیشن مثلا این ناحیه، یه مقدار صفر به من میده چون اینجا هیچ مقداری رو توی این سلول ها ندارم. من این فرمول رو میام تعمیمش میدم به چند تا سلول پایینی. پس تمام این چند تا سلول یه فرمولی توشون قرار داره. اینجا میبینیم که فرمولی که مثلا توی سلول E8 هست رو اینجا نشون میده به من. خب حالا میام ماکروم رو ازش ران میگیرم، سربرگ دیولوپر ماکروز و ران. اومد تمام سلول هایی که حاوی فرمول بودن رو برای من قرمز رنگ کرد. حالا من اینو میام پاک میکنم فرمتش رو و رنگش رو سفید میکنم. مثلا اینجا میام چند تا عدد دیگه قرار میدم، مثلا 4، اون همون رو تغییر میدم به 6، 0 و به این شکل. خب من میام و اینجا میام یه دونه فرمول میسم، این فرمول رو از اینجا کنترل سی کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. خب میام و ماکروم رو ازش ران میگیرم، ببینیم چه اتفاقی میفته. میبینیم که اومد و سلول هایی که حاوی فرمول بودن رو برای من تغییر رنگ داد پس زمینشون رو. اینجا فکر میکنم فرمولی که وارد کرده بودم درست وارد نشد، یه بار دیگه اونو اینجا پیست میکنم و فرمتشون رو پاک میکنم، از اول از ماکروم ران میگیرم. میبینیم که این سلول هم رنگش تغییر کرد. حالا این تغییری که اینجا دادم، من میتونه هر تغییر دیگه هم جایگزینش بشه، مثلا به جای پس زمینش میتونه رنگ فونتش تغییر کنه، میتونم تمام اینا رو سلکت کنم. حالا یه بار سلکت رو انجام میدم، سلکت ران میگیرم ازش، میبینیم که سلول های حاوی فرمول من رو اومد انتخاب کرد. میتونم اینا رو پاکشون کنم دات کلیر کانتنتس، ران میگیرم ازش، میبینیم که مقادیرشون پاک شد. پس تونستیم با استفاده از دستور اسپشیال سلز بیایم و سلول های خاصی که حالا یه ویژگی
مشترک دارن، مثلا همشون توشون از فرمول نویسی استفاده شده، همشون حاوی عددن، یا چیزای دیگر رو تغییراتی روشون اعمال کنیم.